یو گایز چه خبر؟ امیدوارم هر جا که هستی توپ باشی. توی این ویدیو میخوام در مورد یکی از چیزای باحال صحبت کنیم و با هم دیگه چیز توپ یاد بگیریم. توی قسمت قبلی رسیدیم به این که آقا یه متنی رو ما اینجا روی صفحه مینوشتیم و توی خروجی متن برامون چاپ میشد. یک بار دیگه من خروجی رو بهتون نشون بدم. خیلی راحت بود. توی این ویدیو میخوام در مورد چیزی به نام متغیر، چیزی به نام وریبل صحبت کنم. اجازه بدید در مورد ذخیره کردن صحبت کنم. اصلا چرا ذخیره میکنیم؟ ببینید، ذخیره برای اینکه ما وقتی میخوام از یه چیزی استفاده کنیم باید ذخیرهش بکنیم. فرض بکنیم مثلا میخوایم سن یکی رو محاسبه کنیم و بهش نمایش بدیم. مثلا بگیم تو 40 سالته، تو 20 سالته، تو 18 سالته، تو 14 سالته. به خاطر همین باید سن در واقع تاریخ تولدش رو یه جایی ذخیره کنیم توی برنامه‌مون و تاریخ فعلی رو هم بگیریم، اختلاف این دوتا رو حساب کنیم و به طرف سنش رو نشون بدیم. خب ما باید تاریخ فعلی و تاریخ تولدش رو حساب کنیم و یه جایی ذخیره کنیم. اینجاست که ما در واقع نیاز به وریبل پیدا میکنیم، نیاز به متغیرها پیدا میکنیم، چیزایی که اصلا برای ما داده رو ذخیره میکنن. حالا متغیر چیه؟ دقیقاً وقتی می‌خوایم اسباب کشی کنیم، ببینید جعبه میاریم، جعبه‌ها رو پر می‌کنیم، برای هر جعبه یه اسم می‌ذاریم. مثلا می‌نویسیم جعبه شکستنی‌ها، جعبه اسباب بازی، جعبه امیر احمد، جعبه بهاره، جعبه مثلا امین، چیزای اتاقشون رو توشون پر می‌کنیم. متغیرن دقیقاً همین چیزا هستن. ما یک جعبه می‌سازیم و به اون جعبه یک اسم می‌دیم و چیزای مرتبط رو توش می‌ریزیم. چجوری متغیرها رو بسازیم؟ بیایید با هم دیگه همینجای متغیر بسازیم. فقط کافیه اول یه چیزی رو بدونیم. برنامه چجوری اجرا میشه؟ برنامه خط به خط اجرا میشه. برنامه ما از بالا به پایین خط به خط داره اجرا میشه. یه بار دیگه، از بالا به پایین خط به خط داره اجرا میشه. پس من الان که توی خط 1 هستم، برنامه میاد خط 2، خط 3، خط 4، خط 5، کامپیوتر داره دونه دونه خطا رو میاد و برنامه و دستورات منو اجرا میکنه. من میخوام الان بهش بگم که یه متغیر بساز. تعریف یک متغیر چجوریه؟ نوع متغیر، مثلا شکستنی ها، اسمش، اسم جعبه، مثلا اسم بهاره، علامت مساوی، مقدارش، سیمیکالن. من میخوام متغیرم عدد صحیح توش ذخیره کنم، عدد صحیح مثل 1, 2, 3, 4, 5. به خاطر همین نوعشو میگم، میگم اینت، مخفف اینتیجر به انگلیسی، یعنی عدد صحیح. اسمش، مثلا میخوام یک نامبر، میخوام یک عدد توش ذخیره کنم. علامت مساوی، مقدارش، مثلا میخوام توش 10 رو ذخیره کنم. و آخرش سیمیکالن. من همین الان یک متغیر از جنس عدد صحیح ساختم، یه متغیر از جنس عدد صحیح ساختم. حالا چجوری از این متغیر استفاده کنیم؟ میخواییم در واقع مقدار این نامبر رو روی خروجی خودمون نمایش بدیم. خیلی ساده است. من این خط رو پاک میکنم، همش رو میگیرم، دیلیت میکنم و میام خط خودم رو مینویسم. شیفت اس، برای اینکه اس رو با حروف بزرگ بنویسم. دقت کنید اس حتما حروفش بزرگ باشه، اس بزرگ. سیستم دات اوت دات پرینت ال ان تب. برای اینکه بخوایم اینو سریع‌تر بنویسیم، خود اینتلیج ای این ابزار توسعه‌مون کارو برامون راحت‌تر کرده. خیلی راحت میتونیم بگیم اس او یو تی تب، برامون سیستم دات آوت دات پرینت ال ان رو میسازه. بچه‌ها این خط هر چیزی که ما بین این دو پرانتز رو بذاریم اینجا توی این خروجی برامون نمایش میده. یه بار دیگه، این خط هر چیزی که ما توشه توی در واقع این دو پرانتزش بذاریم برامون توی خروجی اینجا نمایش میده. من اینجا اسم این متغیرم رو میذارم، میگم نامبر و میام این علامت پلی رو کلیک میکنم و بعد روی ران ساب میکنم تا ران بشه. همونجور که میبینید ران شد و عدد 10 رو داره من نمایش میده. پس من الان چیکار کردم؟ من اومدم یه جعبه ساختم به اسم نامبر از نوع اینت و مقدارش رو 10 قرار دادم. الان وقتی به این میگم سیستم اوت کن، بیرون بده از خودت، چی رو بیرون بده؟ یه چیزی چاپ کن. چی رو چاپ کن؟ جعبه ای به اسم نامبر رو. برنامه وقتی میاد روی خط 6 جعبه رو میسازه، وقتی میاد روی خط 7 بهش دستور میده که بره توی جعبه ای به اسم نامبر که اینجا هست و مقدارش رو توی خروجی خودش نمایش بده. که مقدارش چیه بچه ها؟ مقدارش 10ه. این میشه متغیر به همین سادگی: نوع، اسم،
علامت مساوی، مقدارش سیمیکالن. چرا سیمیکالن؟ توی جاوا انتهای همه دستورها بدون استثنا سیمیکالن داریم. شما دقت بکنید اینجا ما الان دو تا در واقع دستور داریم، دستور خطش شما انتهاش سیمیکالن داره، دستور خط هفتم هم انتهاش سیمیکالن داره. حالا بیایید یه کار جالب تری بکنیم. دیدید ما اینجا یک جعبه ساختیم؟ پس من جعبه رو دارم، میتونم مقدار توی جعبه رو تغییر بدم. بیاید مقدار توی این جعبه رو تغییر بدیم. میام انتهای خط هفتم هم جایی که پرینتو نوشتم یه دونه اینتر میزنم، میام پایین تر. اینجا میگم حالا جعبه یه نامبر تو مساوی هستی، توی خودت بریز مثلا عدد 1005. الان اگه بیام نامبر رو چاپ بکنم، بیایید با هم دیگه توی خروجی ببینیم چه چیزی چاپ میشه. برای ران کردن شیفت اف 10، شیفت اف 10 رو میزنم، ساب میکنم تا ران بشه. دقت بکن چی شده، الان داره برای من مینویسه 10 و 1005. چرا؟ چون اول من که جعبه رو ساختم توش 10 گذاشتم و اینجا گفتم محتوای توی جعبه رو چاپ کن، خب نامبر توش 10 بود دیگه. خب برنامه اومد خط هفتم، توی نامبر رو چاپ کرد. وقتی برنامه میاد توی خط هشتم، نامبر رو ما برابر با 1005 قرار میدیم، یعنی اون 10 که توشه رو میاریم بیرون پرت میکنیم، 1005 جدید رو میذاریم توش. و برامون اینجا سیستم داوس آت وقتی که نامبر رو میخوایم چاپ بکنیم 1005 برامون چاپ میشه، یعنی مقدار جدید توی جعبه. من فقط میخوام اینو بهتون توی این قسمت بگم که ما یه چیزی داریم به نام متغیر، توش داده رو ذخیره میکنیم و اسمش با خودش بچه‌ها متغیر، مقدارش تغییر کننده است. ما الان وقتی خط ششم این جعبه رو ساختیم و بهش مقداری دادیم، دیگه از خط ششم به پایین توی همه برنامه نیازی نیست دوباره جعبمون رو بسازیم. جعبمون رو با اسم نامبر ساختیم، میتونیم فقط بنویسیم نامبر مساوی و یه مقداری بهش بدیم. با من همراه باشید، تمرین کنید، ویدیو رو نگاه کنید. امیدوارم هستید. پیس. فعلا. I buy a new car for the bitch. For real. I tear down the mall with the bitch. For real. You can't even talk to the bitch. Nah. She fucking with bosses and shit. Oh God.